عربستان سعودی به زائران کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور هشدار داد که در مراسم حج آینده بدون مجوزهای لازم شرکت نکنند و یا نه مشمول مجازات های سخت خواهند شد با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم مقام های عربستان سعودی با همکاری اداره کل گذرنامه این کشور مجازات های سختی را برای هر کسی که در حال نقض قوانین حج باشد وضع وز کردند. وزارت حج عمره سعودیه تأکید کرد که انجام حج بدون مجوزهای لازم که هنگام ثبت نام برای این مناسک دریافت می شود حرام است و انجام آن جریمه 50 هزار ریال سعودی معادل 13300 دلار خواهد داشت. همچنین افرادی که بدون مجوز در حال جابجایی زائران دستگیر شوند تا سقف 50 هزار ریال سعودی جریمه نقدی خواهند شد. اتباع خارجی در صورت محکوم شدن به این گونه جرائم پس از گذراندن حکم شش ماه حبس از عربستان سعودی اخراج خواهند شد. این دسته از افراد علاوه بر مجازات های گفته شده ده سال ممنوعیت ورود به کشور خواهند داشت. رسانه های عربستان همچنین اعلام کردند افرادی که قوانین این کشور در حج را زیر پا میگذارند توسط رسانه ها به شکلی علنی معرفی شده و بیاعتبار می شوند. برخی از تحلیلگران معتقدند که سعودی ها به جای تامین امنیت مسلمانان در مراسم حج تنها از این موقعیت بینظیر سرزمین حجاز برای سوء استفاده در تامین منافع خود و نشر تفکرات وهابی و سلفی بهره میگیرند و این در شرایطی است که طی حدود نیم قرن گذشته هزاران نفر قربانی سوء مدیریت و بیتوجهی سعودی ها به زائرین بیت الله الحرام شدند. اف بین الملل در سال 1388 در گزارشی ضمن تاکید بر سوء استفاده سیاسی عربستان از مراسم حج و عمره اعلام کرد اتخاذ تدابیر ضد تروریستی در عربستان به دستاویزی برای مسئولان این کشور برای نقض هرچه بیشتر حقوق بشر تبدیل شده است. به گفته یکی از مقام های عفه بین الملل، دولت عربستان از نفوذ بین المللی بسیار قدرتمند خود برای رهایی از تیغ تیز انتقادات جهانی در این زمینه ها بهره می گیرد و جامعه جهانی هم این دولت را به هیچ وجه مسئول موارد بیشمار نقض حقوق بشر در آن کشور نمی دارد. کمیته بین المللی نظارت بر مدیریت عربستان بر حج نیز در سال 1397 اعلام کرد حاکمان سعودی با مالیات های سنگین هزاران حجگذار را به قرض گرفتن برای ادای این فریضه الهی مجبور می کند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نظارت بر مدیریت عربستان بر حج زمامداران سعودی و خاندان حاکم بر این کشور از زاویه درآمدزایی به حج می نگرند و هیچ اهمیتی به نیازهای حاجیان و محافظت از میراث اسلامی قائل نیستند. این کمیته بین المللی با اشاره به افشای سوء استفاده و سوء مدیریت حاکمان سعودی از حج برای مقاصد و منافع اقتصادی این حکومت برخواسته خود در زمینه مشارکت مؤسسه ها و دولت های اسلامی در مدیریت حج و اماکن مقدس در حرمین شریفین تأکید کرد. فاطمه سادات موسوی اخبارشیه برای صحبت بیشتر در این باره سید نادر آموزگار روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه هستند سلام وقتتون بخیر جناب آقای آموزگار به نظر شما این دست اقدامات عربستان سعودی اندازی است یا یک روال عادی محسوب می‌شود و اساساً این کشور به دلیل میزبانی چنین حقی را دارد یا موظف است که روند حج را تسهیل کند سلام علیکم وقت شما بخیر خیلی متشکرم از وقتی که به بنده دادیم برای صحبت در این مورد دولت عربستان متاسفانه سوء استفاده میکنه از موقعیتی که در مدیریت حرمین شریفه به احتش گذاشته شده این شباهتی داره به سوء استفاده ای که آمریکایی ها از مقر سازمان ملل در نیویورک بودن بارها کردن ولی نه به این شدتی که عربستان سعودی این کار رو کرده مسلما حقش نیست در هر صورت قوانینی داره هر کشوری ولی در حد معقول و مشروع ولی نه سوء استفاده بنابراین نه موافق نیستم با اینکه عربستان روند طبیعی رو داره دنبال میکنه بله. به نظر شما دلیل این گونه رفتارهای عربستان چه می باشد؟ ببینید آقای بن سلمان که عملا حاکم کنونی عربستان با اینکه ولی عهد هستش در اونجا یه اصلاحات خیلی گسترده ای رو عمدتا در صحنه فرهنگی و مثلا مدرنیست گسترش مدرنیست در کشور شروع کرده برای اینکه بتونه این روند رو خیلی جدیتر و قویتر ادامه بده دست به انجام اینجور قانون گذاریم ما تنها کشوری نیستیم که در این مورد در واقع در تمام جهان اسلام با این مسئله رو به روست و متاسفانه وحدتی که ما مسلمون ها با هم دیگه تو جهان اسلام نداریم باز شده که عربستان و در مقابل عربستان همینجور که توی گزارش شما چنیده شد و همه هم, هم میدونیم لابی بسیار قوی در دنیا داره با استفاده از ثروتش و این امکانی که در اختیارش هست در اونجا بله جناب آموزگار در گزارش هم آمد که دولت عربستان از نفوذ بین المللی بسیار قدرتمند خود برای رهایی از تیغ تیز انتقادات جهانی در این زمینه بهره میگیره چه راهکارهایی برای پایان به این گونه رفتارهای عربستان و پاسخگو کردن این کشور وجود داره راهکار بهترین راهکار اینه که مسلمان ها دوباره بتونن به وحدتی که به خصوص تو تیره مهم اسلام شیعه و سنی برسن که نشانه های زیادی از این نمیبینیم متاسفانه به جای اون تفرقه و دشمنی که بین این دو تیره هستش مرتب با عمدتا همین نفوذی که عربستان داره و نفوزی که سهیونیست ها روی عربستان و خیلی از قسمت های جهان اسلام متاسفانه دارن داره بیشتر جواب میده تا اون حرکتی که جمهوری اسلامی به طرف خاص طرف وحدت اسلامی بکنه و متاسفانه توفیق چندانی در این زمینه نداشت راه دیگه ای به نظر من زیاد در این جهت نمیرسه بخصوص به خصوص که ایران موقعیت زیاد قوی نداره در جهان اسلام و در صحنه سیاسی بین امروز بله سید نادر آموزگار روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران ممنونم از شما